رضا قزاق اهل سوادکو در آن زمان خودش هم زنی در آلاش داشت و دختری که به او فاطمه نام داده بود حشمت و شکوه قافله که به هر کجا می رسید خوانین محل به پیشواز می آمدند برای قزاق هم بی سمر نبود آنها را هم در جای گرم و نرمی جا می, می و از تصدق سر حرم شاهزاده سفری به راحتی می گذشت. انعام قوانین بین راه و مباشران شاهزاده هم سر جایش بود. در قزوین نوکران و مباشران فرمان فرما به پیشوازشان آمدند و سفری خوش به تهران به پایان رسید. مریم وارد کرسی فرمان روایی پدر شد. باقی بزرگ با درختان تنومند آبی زلال که از قناتی برمی آمد که فرمان فرما خود ساخته بود. امارتی در شرق این پارک بزرگ برای بطول خانوم و فرزندانش آماده کرده بودن. در این زمان فرمان فرما در کابینه این و دوله با جناغش وزیر عدلیه بود. یکی از سخت ترین دوران زندگی سیاسیش که هیچ شباهتی به سالهای والیگری او نداشت. در مجلس کسانی که فرمان فرما جواب سلام آنها را هم نمیداد با سوال نطق و استیزاه صدر اعظمی چون عین را که انقلاب مشروطیت را به واسطه خودکامگی برپا شد آزار میدادند کابینه عین الدوله سرانجام با ماجرایی که فرمان فرما موجب آن بود مصفی شد یک ماهی کشش و کوشش ها ادامه داشت تا بلکه فرمان فرما را از کابینه کنار بگذارند و اینو دوله رئیس الوزرا بماند ولی آن شاهزاده سبیل کلفت و مستبد قبول نمی‌کرد با سقوط این کابینه فرمانفرما فرما به شیطنت هایی که در آن استاد بود مشغول شد هیچ دولتی از دست او آرام نداشت جنگ جهانی اول شیرازه کشور را به هم ریخته بود در پارک فرمانفرما فرما که مدام بر تعداد حاضران در آن افزوده میشد یک سو اندرونی ها بودند و در قلب آن شاهنشین و بیرونی فرمانفرما فرما که از صبح محل رفت آمد رجال بود تابستان ها این عده به ییلاق شمال تهران می رفتند که باخای فرمانفرما فرمانیه یا رزوانیه نزدیک تجریش بچه ها جز بعد از ظهرهایی که فرمان فرما سرزده به حیاتشان می آمد و دقایقی در باغچه با آنها بازی می کرد، پدر را نمی دیدند. فقط جمعه ها به مرکز این ایالت محروسه می رفتند که شاهنشین فرمان فرما بود و همگی یا با مادرانشان با فرمانده مقتدر غذا می و اگر حاجتی داشتند در همانجا باید گفته می شود. دختران و پسران فرمان فرما بی خبر از بیرون در فضای بسته حرم فرمان فرما بزرگ می شدند و گهگاه خبر می که به پدرشان سمتی یافته و اقتداری به دست آورده. گاه نیز شاهد گفتگوی مادرانشان با ما نامادری ها بودند که از لابلایان اخبار بیرون منتشر می شد. سخن از انتقال پایتخت به اصفهان که پیش آمد حرم فرمان فرما به رزوانی نقل مکان کرد می گفتند به زودی تهران اشغال می شود ولی فرمان فرما خود ماند و اصلا عجیب نبود که در تهران فرمان فرما به انگلیسی ها نزدیک بود و در خط آنها حرکت می کرد در حالی که سالار لشکر فرزندش در کابینه مهاجرت طرفدار آلمان ها بود فرمانفرما فرما نباید تمام دارایی خود را روی یک اسب شرط بندی کند و در این کار استاد بود. چنانکه وقتی سرانجام به آرزوی خود یعنی ریاست وزرا رسید حاضر نشد چنان راه برود که انگلیسی ها میخواستند. فرمان فرما صدارتی را که با سالها مقدم چینی به دست آورده بود با زمین چینی های از خود گرفت. که او نمیخواست به انگلیسی ها جواب رد بدهد و از نظر آنها بیفتد. وقتی با پیشنهاد رسمی آنها مبنی بر تشکیل کمیسیون مختلط برای نظارت بر امول امور مالیه کشور روبرو شد دریافت که آبرویش در معرض خطر است. حاج امین الزرب را به خانه خود دعوت کرد. حاج امین روی اسناف نفوذ داشت و هرچه میخواست میکرد. آن روز در شاهنشین خانه فرمان فرما و در در بادگیر که دفتر کار نخست وزیر بود حاج امین با پیشنهاد عجیبی روبرو شد شاهزاده صدر از او میخواست که از فردا تظاهراتی علیه دولت برپا کند و مخارج این کار را هم به عهده میگرفت فرمان فرما به این ترتیب به کمیسیون مختلط برای نظارت بر مالیه ایران تن نداد و موضوع را فقط به خواهرزاده خود گفت که از وی قهر کرده بود دکتر مصدق خواهرزاده فرمانفرما حاضر نشده بود در کابینه دایی وزارت را قبول کند کابینه فرمانفرما مشهور بود به ضد بیطرفی در مقابل کابینه مصطفی الممالک که بیطرف بود و ملیگرایان که به وجاهت ملی خود اهمیت میدادند حاضر به شرکت در این کابینه نبودند فرمانفرما هنوز تصور نمیکرد که پسر درس خانده نجم السلطنه خواهر تنیاش هم از همکاری با او سرباز زده او فردای روزی که گریبان خود را از پست ریاست وزرا نجات داد به بهانه دیدار از نجم السلطنه با دکتر مصدق هم آشتی کرد در آنجا به او گفت نپرسیدی چرا استعفا دادم و چون با چشمهای منتظر خواهرزاده روبرو شد گفت نخواستم ننگ در خانواده عباس میرزا بماند دکتر مصدق خود ریاست کمیسیون میکس را نپذیرفته بود اما روزگاران گشت و در عرض دو سال چنان شرایط به سود انگلیسی ها چرخید و چنان به سرعت امپراتوری تزار از هم پاشید که لورد کروزن وزیر خارجه انگلستان معاهده ای را به دولت وسوق دولت دوله دیکته کرد که اساس آن نه به کمیسیون مختلط ناظر بر مالیه بلکه بر قرار دادن مالیه و نظام کشور زیر نظر انگلیسی ها بود. و عجب آنکه واسطه و میانجی اصلی این قرار داد نصرت و دوله فرزند بزرگ فرمان فرما بود که در کابینه و و دوله وزارت عدلیه را به عهده گرفته بود و بعدا برای اجرای مقصود به وزارت خارجه رسید ننگی که فرمان فرما نمیخواست در خانوادش بماند فرزند رو و جسور او بر عهده گرفته بود در این زمان فرمان فرما در دولت وسوق و دوله حاکم فارس شده بود فرمان فرما دستور داد خانواده و فرزندانش را به فارس منتقل کند ولی این بار نه سالار لشکر نایب او در حکومت کرمان شاه بود که توفنگ چی همراه حرم شاهزاده بفرستد نه آن قذاق صفات کوهی در جمع امر برانه او رزاخان ماکسیم حالا دیگر به مقام سرهنگی رسیده بود و به عنوان نماینده سالار لشکر در کمیسیون نظام متحدل شکل حاضر می و کلونل فریزر او را شناخته بود. دختران و پسران فرمان فرما همه با هم در کاروانی که حدود سی نفر با آنها حرکت می کردن بعد از پذیرایی در اصفهان به شیراز رسیدند و وارد باقیالتی شدند. فرمانفرما فرما با موهای سفید و سرداری خاکستری متمایل به سبز به رنگ کمیاب چشمانش جلوی پله ها ایستاده بود. بچه ها به تعلیم مادرشان روی پای پدر افتادند. حالا ده فرزند کم سن و سال به خانواده اضافه شده بود. فرمانفرما فرما یکی یکی را بغل می کرد و اسمشان را می پرسید. باز هم از همه عزیزتر مریم بود که ایستاده بود و برای پدر بلبل بل زبانی میکرد در پنج سالگی او مثل یک بچه ده ساله بود نرسیده به دستور فرمانفرما فرما بچه ها از چهار سال بزرگتر به کلاس درس ملاباجی و یا شیخ چراخ رفتن مریم اجازه داشت که زیر نظر شوریده شاعر نابینای شیراز شعر و ادب روزهای جمعه شاهزاده ده شاهی در مقابل هر غزلی که حفظ کرده بود می پرداخت که دایی آن را می گرفت و پس انداز می کرد. بچه های خانومی و فاطمه خانوم هم قد و نیم قد در هوای خوش شیراز دوربر شاهزاده بودند. فقط پسران بزرگش دور از چشم او مانده بودند. با نامه هر روزه درخواست های بیشمار و ولنگاری هایی که گاه فریاد فرمان فرمان را بلند می کرد. نصرت و دوله که وزیر مختدر کابینه شده بود سالار لشکر هم کم کم سالار لشکر هم کم از وزارت نداشت و محمد ولی میرزا به کار املاک می رسید و محمد حسین میرزا فرمانده فوجی بود فرمانفرما فرما از پسران بزرگ خود راضی نبود و عجله داشت که زودتر این نسل دوم پرورش یابند و امیدش به اینها بود هر غروب وقتی مهر مهرر را می نشان تا نامه های او را بنویسد نامه خطاب به مباشران خود در آذربایجان، کرمانشاه، تهران، فارس و کرمان می نوشت. موشکافی داشت و با احوال خوش میگفت و شوخی میکرد اما وقتی نامه ای از پسران میرسید همه میدانستند که فرمان فرما عصبانی است مینالید حیف که پیر شدم اخباری که از تهران میرسید همه نگران کننده بود ملت یک پارچه علیه قرارداد برپا خواسته بودند مدرس که با فرمان فرما و سالار لشکر آشنا و معنوس بود حالا یک تنه در مقابل قرار داد ایستاده بود. نامه فرمان فرما مبنی بر نصیحت به شاه و به وسوق و دوله به یک مضمون پاسخ گرفت. به آقازاده بفرمایید که از همه بیشتر جوش میزند. و فرما, فرما نیک میدانست که نصرت دوله فرزند بزرگش با خود میگوید پدرم پیر و خرفت شده و از سیاست امروزی چیزی نمیداند و همین آزارش میداد احساس میکرد که باید در تهران باشد همان عاملی که او را از ریاست وزیران برکند اینجا هم به سراغش آمده انگلیسی ها نیروی برای حفاظت از چاههای نفت در جنوب تدارک دیده بودند و قصد داشتند علیرغم آنکه معاهده 1919 به تصویب نرسیده بود این نیرو توسط مقامات دولت ایران به رسمیت شناخته شود سایکوس فرمانده تیسوش این نیرو که شش هزار نفر توفنگچی ماهر و کارازموده در اختیار داشت به هر بهانه فرمان فرما را به میان میکشید. انگلیسی ها آهسته آهسته زمزمه ای هم در گوش او می کردن. دولت مرکزی ایران مزمحمل می شود. شما را بلشویک ها می گیرند. در جنوب باید حکومت مقتدری برپا شود. انگلیسی ها فرمان فرما را برای تجزیه جنوب اقوا می کردند اما او عاقلتر از آن بود که خود را در حد خزال قرار دهد. فشار و خاص انگلیسی ها برای فرمان فرما که قصد داشت آنها را از خود نرنجاند و برای روز مبادا نگه دارد طاقت فرسا شده بود. جز آن دیگر همچون گذشته حکومت یالات درآمد و مداخلی هم نداشت. خزانه دولت خالی بود و انگلیسی ها برای آنکه ضرورت تصویب قرارداد را به رو خاک شرایط را روز به روز سختتر می کردن. دولت مرکزی هم در پرداخت صورت حسابای ایالت در می ماند. در چنین شرایطی ماندن در فارس هیچ سودی برای فرمان فرما نداشت جز آنکه چند بار استفایش را شاه و وسودق و دوله نپذیرفته بودند. آنها هر دو از حضور فرمان فرما در تهران و شیطنت های او بیمناک بودند. به ویژه نصرت و دوله اصرار داشت پدرش در مرکز نباشد. و هم کسی را نداشتند که به درایت او بتواند به منطقه حساس فارس رسیدگی کند در این دوران فرزندان فرمان فرما گرچه در اندرونند و از اوضاع پدر بی خبر ولی از گرفتگی او و آمد و, و رفت پیاپی خوانین و سرکردگان ایلات و اشایر و پچپچ نوکرها در میابند که پدرشان راحت نیست. او چون شیر پیری در گدالی گیر افتاده و کاری جز نوشتن نامه های آمیز به فرزندان و مباشران نداشت تا روزی که میهمانان جدیدی وارد درونی شدند خانواده دکتر مصدق آنها از سوئیس آمده بودند و حکایت ها داشتند از مدت اقامت خود از چند ماهی که در راه بودند رنجور و بیمار ولی زباندان و بعدن آمدن احمد غلام حسین و زیا اشرف فرزندان دکتر مصدق همانقدر برای اندرون فرمان فرما خوشایند بود و بچه ها را خوش می آمد که حضور خود او برای فرمان.